دوستان با درود خوش آمدید سپاس که در جلسات انجمن فرنگی ایران و دانمارک شرکت میکنید و بدین وسیله ما رو حمایت میکنید دکتر بهمن میکروفون دست خدمت شماست بفرمایید بگم من دیز بدید شروع کنم با خیر مقدم و خوش آمدگویی به خانمها ها و آقایان محترم که به این جلسه تشریف آوردن و همچنین خدمت سخنران محترم ما جناب دکتر سالور ملایری که امشب موضوع بسیار جالبی رو برای ما صحبت خواهند کرد وقتی که این موضوع انسان و انسانیت در ادبیات و الهیات مطرح بود با دوستان خب بعضی ها گفتن در زمانه ای که دنیا در انقلاب و آشوبه و همه میخوان درباره غزه بدونن درباره حجاب بدونن درباره یا نمیدونم اوکراین و اینا بدانن این موضوع خیلی غیر طبیعی به نظر میرسه از کنم که پاسخ که خدمتتون داده شد و حالا حضورتون رو عرض میکنم آن از که اولا این انجمن ما یک انجمن کاملا غیر سیاسی و غیر دینی است و فقط اه اه سخنرانی های ها ایراد خواهد شد که سطح معلومات ما سطح دانش ما سطح جهان بینی ما رو در حوزه ادبیات فارسی تاریخ ایران فرهنگ ایران بالا ببره و اگر ما بتونیم این فرهنگ سازی رو بکنیم شاید در این قوقایی که واقعا انسان سرگیجه میگیره در جهان امروز چه میگذره یک خدمت کوچک و ناچیزی به فرهنگ کشور عزیزمون کرده باشیم این انجمن همینطور که آقای آقال عضو هیئت مدیره فرمودند بیش از چهر و چهار پنج سال است که مشغول فعالیت قبل از انقلاب اسلامی در اینجا تأسیس شد برای اطلاع دوستانی که اولین بار تشریف میارن خدمتتون از کنم قبل از انقلاب اسلامی اینجا تشکیل شد به جهت اینکه که زیادی دانمارکیک در ایران کار میکردن در شرکت پامسارس و صنایع مختلف وقتی که برمیگشتن خیلی علاقمند بودن که بیشتر با ایران با فرهنگ ایران آشنا بشن و خیلی جالب است که هر خارجی که میره ایران و میاد عاشق اون کشور میشه واقعا خیلی 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 از مهمان نوازی مردم بگیرید تا اون فرهنگ غنی ما تا اون ارز کنم که محیط واقعا انسانیه که ایران همیشه بهش مشهور بوده و خب حالا یه چهره های دیگری داره داستان غمباری است که بگذاریم و بگذاریم از کنم که موضوع امروز الهیات و ادبیات و مقام انسان در اونهاست که جناب دکتر سالور ملایری صحبت خواهند فرمود موضوع البته تازه نیست از وقتی که انسان پا به عرصه وجود گذاشته در این کره خاکی مسئله انسانیت باش همراه بوده حالا انسانیت رو چه معنا بکنیم یعنی رفاقت یعنی شرافت یعنی همراهی یعنی همدلی و البته عکس انسانیت چه بگیم حیوانیت که نمیشه گفت سختدلی از کنم که ظلم ستم آشوب این دوتا بوده و سالیان دراز از زمان افلاطون تا به حال شعرا فلاسفه علما درباره این موضوع صحبت کردن سعادت که ما امشب یا امروز نمیدونم از هر جای دنیا تشریف آوردی قدم تو روی چشم این است که سخنران محترم این موضوع رو در ادبیات فارسی مخصوصا آثار حماسی و آثار ارفانی بررسی می کنند و یک برابری و ظاهرا مقایسه بین این آثار و آثار الهیات دینی ارائه خواهند فرمود بنده بیش از این صحبت نمی کنم. وقت عزیزتون و سخن رو میدم دست آقای دکتر سالور ملایری بفرمایید آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزانی که لطف کردن در جلسه تشریف آوردن تشکر از اسماعیل جان عزیز به خاطر کمک هاشون نظر لطفتون بود که بنده را دعوت کردید باعث افتخار بنده است که تو همچنین جمعی باشم امیدوارم که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم و مخاطبان هم پا به پای بحث بیان و به صلاح حوصله سربر نشه من البته یک پاورپوینتی هم اینجا آماده کردم که بله. اگر اشکالی نداشته باشه با عزیزان اینجا قسمت کنم الان این کار کردم نمیدونم آیا تصویر بل بسیار خوب بسیار خوب بله بله بله, بله. خب همینطور که میدونید این سخرانی یک زمینه ای داشت که بیشتر در یک کنفرانسی به صلاح رئوس اصلیش ارائه داده شد با عنوان که اون کنفرانس تم اصلیش انسانیت بود و دوستان از من خواسته بودن که این رو در ادبیات کلاسیک فارسی بیام حالا اگر صحبتی دارم نظری دارم توضیح بدم چیزی که در وهله اول به نظر من رسید وقتی به این موضوع فکر می‌کردم این بود که خب انسانیت یک نگاه خیلی قایتگرایانه میشه بهش کرد که یک یه دو سه تا مفهوم مثلا بنیادین هستش که انسانیت رو تعریف میکنه برای همه زمان ها و در عین حال هیچ معنای تعین یافته نداره مثل یک دال به سلام میانتوهی هست به قول زبانشناسان و یا تبدیل به یک دال میانتوهی شده از فرط استفاده فراوان از سوی همه گروه ها و گفتمان های مختلف مثل مثلا واژه مردم مثلا یا واژه عدالت یا حتی خدا یعنی اینها به حدی گروه های مختلف اینا رو برداشتن مصادره کردن از آن خونشون کردن که اینها به قول زبانشناسا تبلیغ شدن به یک دال میانتاهی هر کسی میتونه بیاد و تعریف خودش رو از انسانیت بده و شما مثلا من خودم مثلا در ایران وقتی تجربه لیسته خودم رو مرور میکنم یادم میادش که البته روحانیون ایران خیلی کم به این واژه اشاره میکردن یعنی نمیگفتن چیزی انسانی است به عنوان یک مثلا یک چیز مثبت فضیل همیشه به به اون الهیات شیعی سیاسی خودشون ارجاع میدادند و در حقیقت از این نظر خیلی رو شمشیر بسته بودن ولی با این حال بین حالا نخبگان یا خیلی از کسان که درون حالا این دستگاه بودن من میدیدم که مثلا زیل انسانیت چیزهایی اتوش میاد که اصلا هیچ نسبتی با انسانیت نداره حالا چه در مقام گفتار و صحبت که یک خشونت عجیبی توش داره و دیگری ستیزی و چه در مقام عمل که امروز هم حتی در خیابان ها و در کوی و برزان ایران میبینیم که در حقیقت به اسم این دال های میانتوهی توش هست که خیلی ارجاعات والا و خیلی به اصطلاح والایشی ای داره ولی در این حال اون چیزی که اتفاق میفته یه جور انسانیت زداییه نمونه اخیرش طرح نور که مثلا شما ببینید واژه نور چقدر میتونه یه واژه مثلا روشنایی و اینا باشه ولی در حقیقت چه کار کرده اهریمنی احر حالا بگیم یا چی داره بنابراین من خواستم به این فکر کنم که دو تا در حقیقت دیسیپلین مشخص به ذهنم اومد که اینا انسانیت رو خواستن ترسیم کنن و تعریف کنن یکیش فلسفه و الهیات بود و اون یکیش هم ادبیات و احساس کردم که بیشتر وقتی صحبت از انسان و انسانیت میشه بیشتر از نگاه فلسفی الهیاتی صحبت میکنن و سعی میکنن تعریف کنن انسانیت چیست و نقش ادبیات رو سهم ادبیات رو در اینجا کمتر دیده میشه یا اگه دیده میشه تحت سیطره همون الهیات و فلسفه هست یعنی میرن ببینن باستاب مثلا تعریفی که از انسان شده در فلسفه نظرات فیلسوفان یا در الهیات اینا در ادبیات هست بریم اینا رو نشون بدیم من امشب قصد دارم بگم خود ادبیات توسط ساز سازوکارهایی که خودش داره توسط اون سیاستی که خودش پیشه کرده چطور جدا و مستقل از نهادهای مجاور خودش در حالی که تحت تاثیرشون هست و در گفتگو هم هست در, در, در مستقل از ادبیات و از, از فلسفه و الهیات میاد و انسان رو ترسیم میکنه منتها برای اینکه بحث روشن بشه من از نظریه سوژه در نقد ادبی استفاده کردم و در حقیقت به نقش برسازی و ترسیم سوژه های انسانی در ادبیات فارسی اشاره می کنم. که در ادامه حالا میریم واردش میشیم و صحبت صحبت میکنیم از خود سوژه اگه شروع کنیم توی نقد ادبی احتمالا همتون یه پس حتما دارید وقتی به سوژه فکر میکنیم در متن ادبی در نقد ادبی واژه‌ای مثل شخصیت سلف نمیدونم پرسوناج یا حتی تیپ اینها میاد وسط هر،, هر چیزی که توش یه سلف یک شخصیت انسانی تو شما میتونید ردیابی کنید اینها رو میشه به عنوان سوژه های انسانی در نظر گرفت اما چرا واژه سوژه رو استفاده میکنید و نمیگیم مثلا شخصیت یا مثلا فرد دلیل داره که حالا در ادامه میخوام راجعش صحبت کنم ببینید سوژه چند چند ویژگی داره که اون رو تعریف میکنه این در در فلسفه هم از ابتدا این سوژه این این ویژگی ها همیشه توش وجود داشته بین فیلسوفان مختلف اولیش اینه که یه عاملیتی داره این عملیت رو تمرین میکنه انجام میده در زیست روزمره این عملیت فرق میکنه با کنش های عادی رفتن و آمدن و خوردن عاملیتی که در حقیقت میخواد اراده خودش رو در حقیقت اعمال کنه بر وضعیت در زیست روزمره و بنابراین این آگاهی رو این ایمان رو داره که من صاحب عملیات هستم و میتونم این رو اعمال کنم و ایجاد تغییر و تغییر ایجاد کنم در محیط یا زیستم در محیط وابسته به این عملیاتی که من دارم انجام میدم دومیش در حقیقت تجربه‌ای که ما کسب می‌کنیم این تجربه ها رو نسبت بهش آگاهی پیدا میکنیم یا آگاهانه تجربه میکنیم یعنی یه فکر میکنیم راجع به کارهایی که میکنیم بنابراین بر اساس ایده های یک سری تجربه هایی رو کسب می کنیم دست به یک سری کنش هایی می زنیم یعنی یک نسبتی بین تجربه و آگاهی همواره وجود داره ما بر اساس تصوراتی هم تجارب خودمون رو دست بندی می کنیم می کنیم هم بر اساس تصورات و ایده هایی دست به کنش می زنیم و سوم اینه که سوژه هیچ وقت ایزوله شده یا در انزوا با محیط انسانی و اجتماعی و سیاسی نیست و این خیلی بچه ممیزه واژه سوژه هست سوژه حتما در یک نسبت پیچیده و تنگاتنگ با بقیه سوژه ها یا بقیه افراد داره هم زبان هم قوم یا افراد مختلف از 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 جاهای مختلف خواستگاه های مختلف از جمله حتی گروه های اجتماعی یا حتی نهادها نهادهای اجتماعی الزاما فرق نیست هر چیزی که این سوژه باهاش در ارتباط هست و از طریق این درگیری و ارتباط خودش رو میتونه تعریف کنه خودش رو در حقیقت به خودش آگاهی پیدا کنه به عنوان یه فرد در یک محیط اجتماعی پس این سه تا مورد هست و خب طبیعتا میدونی سوژه همیشه در مقابل ابژه قرار گرفته که در موقع هر هر اون چیزی که در مقابل ماست و محل مشاهده و تجربه و آگاهی ما قرار میگیره بازم اهم از فرد گروه یا نهاد ما همیشه بر اساس اون چیزی که خودمون رو یعنی بر اساس یک دیگری که درست میکنیم بر اساس ابژه‌ای که خودمون ترسیم میکنیم تعبیر میکنیم خودمون رو تعریف میکنیم بنابراین ما همیشه با اتکا و مبتنی بر چیزی بیرون از خودمون این خود بودن خودمون رو تعریف میکنیم در ادبیات در نقد ادبی تئوری های لوی آلتوسر و بعدش میشل فوکو خیلی مهم بود که نظریه سوژه تو نقد ادبی رواج پیدا کنه و دو تا یک ویژگی مشخص هست بین این دو نفر اینکه این, که این سوژه های انسانی که الان راجبش صحبت کردیم برساخته است محصول یک سری از روابط قدرت و مناسبات اجتماعی سیاسی هست سلف فوکو آلتوسر که استاد فوکو هم بود معلم فوکو بود و فوکو سر کلاسش می نشست سوژه را همچون یک برساختی ایدئولوژیک میدید برساخت ایدولوژیک می دید. برساخ همون از کانستراکشن و کانستراکتت هست یعنی یک چیز قایی از قبل نبوده متافیزیکی نیست این محصول یک سری مناسباتیه منا... این, این سوژه از نظر آلتوسر ایدولوژیکه چون محصول اون چیزیه که آلتوسر بهش میگفت نهادهای های ایدئولوژیک دولتی یا دستگاه های ایدئولوژیک دولتی مثل مثلا مدرسه نمیدونم کلیسا یا مسجد نمیدونم حتی نهاد خانواده رسانه اینها هستن که میسازن سوژه رو و چرا ایدولوژیکه؟ چون درون این نهادها اینها ساخته شدن و بنابراین کودهای اخلاقی و معرفتی توشون هست رمزگانهایی به اصطلاح که ارزش های سوجه رو تعریف کردن از پیش ارزش های اخلاقی، ارزش های اجتماعی، ارزش های سیاسی اصلا نحوه نگاه من به پیرامون و جهانم توسط این سوجه های ایدئال به اصطلاح مثالی که تعریف شده تو هر کدوم از این نهادهای های ایدئولوژی که اونجا هست و بنابراین من وقتی بنابراین من اجرا میکنم این, این, این مناسک رو و ناخداگاه باورمندم به این ایده هایی که در حقیقت گذاشته شده در این بسته های به سلا ایدئولوژیک و سوجم و فوکو هم همین در حقیقت خط رو به نحوی ادامه داد منتها به جایی که دیگه خیلی گسترده ترش کرد اصولا گفت سوژه محصول ساز و کارهای قدرته هر قدرتی در هر محیط اجتماعی چون قدرت همه جا هست سیطری داره از محیط خانه. از های خرد و به محلی گرفته تا محیط های کلانتر و ما همواره با یک پروسه سوژه شدن طرف هستیم مدام سوژه میشیم این حالا در ادامه که وارد بحث به اصطلاح متنی میشیم سعی میکنم ارجاع بدم و ببینم چه میشه از اینها استفاده کرد برای تحلیل در حقیقت تبلور سوژه‌های مختلف در ادبیات فارسی او ببخشید خب من با داستان رستم و اسفندیار خواستم شروع کنم چون ما در حقیقت داستان رستم و اسفندیار تقابل بین دو نو سوجه است همونطور که میدونید و یکی رستم و یکی اسفندیار که ماجرا رو میدونید دیگه احتمالا اسفندیار در حقیقت صدای قدرت داره و تشنه قدرت است منتها فرقش با پدرش که در حقیقت گشتاس باشه اینه که میخواد دین بهی رو ترویج کنه و در حقیقت حکمرانی و قدرت سیاسی رو با دین لازم و ملزوم میدونه و در حقیقت میخواد دنبال مشروعیت دینی قدرت سیاسی و میخواد قدرت رو کسب کنه و از پدرش بگیره و از پدرش هی درخواست داره که تاج شاهی رو بهش بده منطقه گشتاس در حقیقت که یکی از چهرهای منفی شاهنامه است از این سر باز میزنه هر بار به صلاح سر اسفندیار رو به نحو مختلف گرم میکنه جاهای مختلف میفرستتش جنگ مختلف به امید اینکه یا حالا اسفندیار پسرش تو اون جنگ ها یا کشته میشه که خب میکنتش قهرمان یا اگه کشته نشد حالا فعلا باز به تعویق میندازه تا حالا ایشالا بفرستیمش جای دیگه با یه پروژه دیگه به اصطلاح سر اسفندیار رو گرم کنیم و حالا به اصطلاح از نگاه گشتاس از این ستون به اون ستون فرجه چون گشتاس به شدت اونم به اصطلاح قدرت خواه قدرت طلبه و تاج شاهیش رو نمیخواد به هیچ وجه واگذار کنه و اسفندیا رو در حقیقت یه جور تهدید میبینه برای این حالا قبل از اینکه من این دوتا سوژه رو ترسیم کنم یه پیش زمینه هست وقتی ما راجع به این اشخاص در ادبیات اسطوره حماسی به طور کلی درگیریم حتما میدونید یک, و... یک و... با یک وضعیتی شاهدیم که به نظر خیلی فراانسانی میاد مبالغه ها هست کارهای عجیب غریبی که این قهرمان ها میکنن نمیدونم توی میدان مبارزه طول عمرشون نمیدونم ارتباطی که با ماورای طبیعی دارن این احساس میکنیم ممکنه که مثلا این سوال پیش بیاد که اصلا چرا ما اینو میاریم زیر ذیل یه جور انسان شناسی حالا ادبی در صورتی که در حقیقت اینجا همونطور که خود فردوسی هم در مقدمه شاهنامه میگه که پشت این مبالغه ها و اگزجره ها رمز هست و اگر نیک بنگرید متوجه میشید اتفاقا اون وجوهی از انسانیت که به زبان عادی به زبان به صلاح حالا بگیم رئال اگه مجاز باشیم یا قابل بیانیست از, از طریق این اگزاجره های نمادین و استعاری و کنایی در حقیقت قابل بیانه و اتفاقا انسانی ترین وجوه یک سری از شخصیت ها رو مثل مثلا رستم یا حتی اسفندیار شما از طریق این اگزاجره ها و مبالغه ها میتونید بهش پی ببرید و مثلا در نگاه کلیتر آرزومندی انسان رو امیال انسان رو درگیری انسان با یک سری از مفاهیم کلانی مثل قدرت جاودانگی و از این طریق و از طریق همین این اگزاجره های از نظر فردوسی نمادین و حاوی رمز ببینید پس این رو شما در نظر داشته باشید ام... حالا برگردیم به داستان رستم و اسفندیار ام... ببینید یک چیزی که در تمام طول داستان به نظر میرسه اینه که اسفندیار محصول همون نظمیه که گشت بخشی از اونه یعنی یک نظام سیاسی قدر قدرت یه امپراتوری تمام ایار که حالا یک دین جدید یک دین بهی به قول فردوسی اومده و یک به صلاح نسخه جدید که یک, یک برداشت جدید از این نظام سیاسی حالا امپراتوری رو در حقیقت داره ترسیم میکنه و اسفندیار هم در حقیقت خودش مشارکت داره توی ساختن این نظم نمادین سیاسی اجتماعی جدید چون میدونید دیگه اسفندیار در حقیقت روی این تن هست و از طریق زرتشت در حقیقت روی این تن شد منتها خب وقتی زیر آب رفت چشماشو بست و نتونه چشماشو باز نگه داره و چشماش رو این تن نشد و آسیب پذیر موند که حالا راجب اینم بعدا صحبت میکنیم ام این ام پس ما با یک شخصی با یک سوژه هستیم که درون خود خودی نظام اجتماعی سیاسی هست ولی بارها که پدرش این رو میفرسته مثلا به جنگ مثلا تورانیان روم نمیدونم خواهران اسفندیار وقتی اسیر گرفته میشن پدرش اسفندیار رو میفرسته که اینها رو آزاد کنه اینا هر بار که اسفندیار میره و این کارا رو انجام میده هر بار که موفق میشه خطر خطر از بیخ گوشش میگذره و قهرمان میاد بیرون هر بار متوجه میشه که در حقیقت اینا تمهیدات پدرش هست که هی hey, این اعطای تاج شاهی رو به تعویق بندازه و فریب هست ولی در حقیقت نمیرسه به اون آسانه که بخواد از کل در حقیقت درس بگیره به یک آگاهی برسه که در حقیقت من لوی آ... آلتوسر بهش میگه آگاهی دراماتیک آگاهی دراماتیک اینه که شما یک باورهایی تو ذهنتون هست یه تصورات تو ذهنتون هست که از نظر اون تصورات ایدولوژیک هست اینجا همینطور یعنی کاملا اسفندیار ایمان داره به یک ساز و کارهای سیاسی دینی و وقتی میبینه و خودش بازیگر این مکانیزم هست وقتی که در حقیقت رو دست میخوره وقتی تجربه میبینه وقتی یک گسستی رو احساس میکنه این باعث نمیشه که این حالا یا از نظر آلتوسر یک آگاهی دراماتیک اتفاق میفته یعنی شما از طریق این تجربه که کسب کردید پی میبرید به اون بازی که پشت این ساختار هست پشت این نظم نمادین هست و چون این آگاهی رو کسب میکنید فاصله میگیرید ازش و حتی ممکنه علیه اون سیستم هم براشوبید به خاطر این تجربه زیسته عملی که درون این نظم در حقیقت دارید یعنی در حقیقت هیچ کس یکی از بیرون این نظم نمیاد مثلا نظم و بیرون از از بین ببر همیشه افرادی درون این نظم وقتی تجربه زیسته دارن و شکست میخورن ایجاد گسست گسست رو تجربه میکنن میان علیه اون بر برمیآشوبن ولی جالبه که با اینکه چند بار اسفندیار این تجربه کرده نمیرسه به اون آستانه اون آگاهی دراماتیک رو کسب نمیکنه و حتی هی مدام میپرسه که مثلا اینجا به پدرش داره میگه بهانه کنون چیست من برچم پر از رنج پویان ز بحر کم یعنی پرسش میکنه اما هنوز درون اون در حقیقت ساختار قدرتی که پدرش در حقیقت در رأسش هست قرار داره و همچنان صدای گرفتن قدرت و جایگزینی برای پدرش هست <متصفيق> همینطور که گفتم میدونیم این روینتنیه حالا میشه دوستانم در آخر جلسه راجبش اگه خواستن صحبت کنن چون واقعا خیلی بحث راجب شده و هر کی حالا صحبتی کرده که اینو مثلا آیا نماد هست نماد چه چیزی هست که من حالا صحبت های مختلفی در دارم و میتونم انجام بدم که از نظر من روینتنی تنی خب یک معزله یعنی میدونید شما قرار روینتن بشین که آسیب پذیر نشید. روینتن میشید که یک سوژه تام و تمام بدون هیچ شکافی بدون هیچ نوع خلایی باشید ولی هر بار که بحث تام و تمامی میاد هر بار بحث به صلاح کامل و پرفکت بودن میاد همون لحظه است که شکاف پدیدار میشه و شما از همون شکاف ها ضربه میخورید و اون تام و تمامی رو از دست میدید در حقیقت یک جور ضعف در این اقتدار هست و یک جور فقدان در این بینیازی و تام و تمامی طبیعتا خب مثلا میشه نگاه های نمادین مختلفی بهش داشت من در حقیقت این کوری اسفندیا رو اولا به خاطر این میبینم که در حقیقت میتونه نمادی باشه از اینکه در مقابل رستم که حالا راجبش صحبت میکنیم خیلی پراگماتیس نیست خیلی نمیتونه وضعیت عینی رو مقابلش رو ببینه از بس که بر اساس یه سری ایده های پیشینی که تو ذهنش هست کسب قدرت سیاسی ترویج دین بهی برگرداندن نظم نوین به جهان و غیره فقط اونها باعث میشه اسفندیار جلو بره و دست به کنش بزنه و بنابراین این پذیر نیست به اسطلاح. و این این بسلات نابینایی با این انعطاف ناپذیری و فقدان یک جور اقلانیت به سیاسی اجتماعی میتونه این نابینایی رو توضیح بده و همینطور که میدونید در حقیقت مهمترین نکته اسفندیار که اینجا راجبش گفته بودیم در حقیقت اون اراده معطوف به قدرت سیاسی هست یعنی شما کل سوژه اسفندیار رو این سودای کسب قدرت سیاسی از طریق دین یا بر مبنای دین هست و چون بنابراین این ناگهان تبدیل میشه به یک به یک دوگم و شما تک چشمی میبینید همه چیز رو و چون از نگاه دین دارید میبینید اون بخشی که در حقیقت از دین که شریعت هست بخش ظاهری دین هست بخش مناسکی و آینی دین هست میاد بالا و اون حالا بخش های اخلاقی انسانی تر بخش های شناختی تر اونها میره پایین و چون وقتی آر اون اون به اون شریعت و اون آینهای های دوگ میاد بالا به خاطر اینکه شما به حکمرانی و قدرت سیاسی و اجرای نظم و اینا فکر میکنید اونجاست که شما دیگه یک سری چیزها رو نمیتونید ببینید بنابراین این این, این هم برداشت دیگه ای هستش که من میتونم از روی نشون بدم بچه دیگه سوژه اسفندیار این منطق یا این یا آنیست که این هم باز یک بچه دیگه از دوگمندیشیه چون میدونید تمام بحث داستان با رستم بین رستم و اسفندیار اینه که اسفندیار از رستم میخواد که دست بسته باهاش بیاد تا دربار شاه تا درباره پدرش گشتاس این چیزیه که پدرش بهش گفته یعنی به عنوان آخرین به اصطلاح راه حلی که به گشتاس میگن آقا اگه میخواید دست پسرت راحت شی برای همیشه و انقدر تهدید نکنه تاج و تختشو برو اینو بگو برو, بهش بگو برو اسفن... رستم و کتفسته دستگیرش کن از سیستم بیارش اینجا پیش من و اگه این کارو کنی دیگه خیالت راحت باشه چون دیگه مجبورن مبارزه کنن و اسفندیار حریف رستم نخواهد شد و خب رستم رو در یک موقعیت بسیار بغرنجی قرار میده ام توی این مراحل مختلف جنگ و و, و گفتگو نمیدونم مذاکرات دیپلماتیک مختلفی که بین رستم و اسفندیار اتفاق میفته اسفندیار هر چقدر, هر, چقدر، که رستم باش حرف میزنه آخر فقط با این نگاه ختم میشه کل مباحث و گفتگوی بین این دوتا که شما یا میای با من یا اینکه با هم مبارزه میکنیم یعنی هیچ راه حل سومی وجود نداره جز از رزم یا بند چیزی مجوی چون این گفتنی های خیره مگوی در حقیقت اتفاقی که اینجا میفته اون فقدان دو تا چیز هست یکی اون اقلانیت پراگماتیستی و یکی اون اون ناتوانی در تبدیل تجربه زیسته شما به آگاهی که بتونید با, با, با زبان رستم رو بفهمید و باهاش وارد گفتگو بشید ولی جالبه این آگاهی دراماتیک که راجبش باهاتون صحبت کردم تنها یه بار سرانجام اتفاق میفته ولی وقتی که اسفندیار در حال مرگه یعنی اون, اون به صلاح تیر معروفی که از شاخ گز اه 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 گرفته رستم با, با کمک سیمرغ و البته زال پدرش و اون رو شلیک میکنه به چشم اسفندیار موقع مرگش هست آخر سر میگه که حرف جالبی میزنه یعنی اون گسسته اینجا انگار داره یواش یواش اتفاق میفته و اون پرسش از اصل ماجرا و اینکه این پشت پرده چی بوده که نه رستم نه مر نه تیر و کمان به رزم از تن من بردن جان که این کرد گشتاس به با من چنین بروبر نخوانم ز جان آفرین به نظر میرسه که در حقیقت دیر شده یعنی وقتی این اتفاق میفته که یعنی تجربه در حقیقت وقتی کار تمام هست و مرکز بالاخره این این نسبی اتفاق میفته البته بعدش اینجا حالا من نیوردم بیت بعدش میگه که من میرم بهشت و ان که مثلا اون خدماتی که اینجا کردم در بهشت ان شاء الله ما به ازاشو بنم یعنی همچنان تو اون گفتمان الهی خودش کاملا هست ولی جالبه که این پرسش رو این فهم رو در کل داستان اتفاق نمیفته وقتی این همه تجارب مشابه اسفندیار کس میکنه این پرسش رو نمیکنه ولی وقتی که در بستر مرکز این پرسش رو میکنه یک چیزی که میخوام اینجا بهش اشاره کنم تفاوت اسفندیار هست با اسفندیار اوستا هست و یا ادبیات زرتشتی به طور کلی و اسفندیار شاهنامه که اینم بحث راجب شد اما من حالا باید باز تحقیق مفصل کرد اما خیلی من چیز به صلاح که دست و بگیره و تحلیل خوبی باشه ندیدم فقط گفتن آره مثلا اسفندیار توی اوستا میدونید در حقیقت یه قدیس هست دیگه دیگه از این بالاتر که زرتوش این رو قسلش داره و هم اسفندیار هم پدرش کاملا مثبت هستن مقدس هستن باعث ترویج دین زرتشتی شدن و اصلا بدون اینها دین زرتشتی رواج پیدا نمیکرد. و طبیعتا چهره کاملا مثبت هستن اما همین آدم ها در شاهنامه در روایت فردوسی میبینید چه وضعیتی پیدا میکنن یعنی این نگاه انتقادی بی که فردوسی با اینکه یک تراژدی هست در حقیقت یک جور غمنامه هست داستان رستم و اسفندیار اونجوری نیست که رستم اسفندیار یک شخصیت مثلا شیطانی منفی باشه دیف صفت باشه نه اتفاقا جز بزرگانه جزء نیکانه منتهی این این این،, این, نگاه جزم و دگماتیکش این, این نگاه در حقیقت اراده معطوف به قدرت سیاسیش از طریق دین که در حقیقت یک جور اقتدارگرایی دینی رو درش دامن زده و واسه همینم هم هیچ وقت و واسه همینم هم از اخلاق عدول میکنه حتی از دینش عدول میکنه اسفندیار چرا اینو میگم چون اسفندیار هیچ وقت نمیپرسه که از خودش که آقا رستم گناهی نکرد من چی بر رستم تا کت بسته ببرم یعنی م... سوال نمیکنه هیچ وقت پرسش نمیکنه این این دوگماتیز شما هیچ پدرم گفته منم قدرت سیاسی میخوام باید کت بسته ببندمش یعنی هیچ وقت نمیپرسه آدم بیگناهی که تازه خدمت کرده به تاج و تخت این همه مثلا میزبان ما بوده میزبان خانواده من تو سیستان بوده مهمان نوازی کرده چطور من اینو بعد الان کت بسته ببرم میدونید یعنی کاملا از نگاه اخلاقی و حتی دینی شما توهی میشه؟ سیاست میبله تمام این فضاها رو یعنی این اراده سیاسی شما کاملا میبله می بله این فضاها رو و این کاری که سیاست ادبیات و روایت خارج از دین و متکی بر خود نهاد روایتگری ادبیات بر اساس تجارب اجتماعی تجارب تاریخی بر اساس ناخداگاه اجتماعی بر اساس در حقیقت اون حافظه اجتماعی حافظه تاریخی که هست اینها در ادبیات دست به دست هم میدن و ناگهان روایتی رو میارن که کاملا متفاوت با روایتی است که عوست شما در اوستا میبینید برگردیم به رستم میدونید رستم مدام دردقه هاش چی هست دردقه هاش این که چون برحال خیلی یا پدرش بهش میگه نزدیکانش بهش میگن بابا خب حالا برو دیگه حالا بذار حالا کت بسته ببرد بهتر از اینی که حالا خودت و خانوادت هم به خطر بندازی و رستم البته سر باز میزنه و نگران سیستان وطنش هست نگران خانوادهش هست نزدیکانش هست یه نگاه کاملا پراگماتیستی داره و همینطور این نگاه اخلاقی که فارغ از یعنی نگاه کاملا میشه گفت سکولار که در اون نگاه آزادگی و امتناع از بندگی و امتناع از حقارت در حقیقت حرف اول توش میزنه و به همین دلیل شما با یک شکل دیگه ای از سوژه انسانی طرف هستید انسانی که بر اساس ایده های دگم پیشینی وارد میدان نمیشه دست به عمل نمیزنه بلکه انعتاف هست گشوده هست به وضعیت های مختلف و وضعیت رو ارزیابی میکنه و بر اون اساس دست به کنش میزنه رستم مدام در حال مذاکره با اسفندیاره با خانواده اسفندیاره با اینکه اسفندیار مدام سر باز میزنه حتی خودش سوار اسب میشه میره سر و پرده اسفندیار یعنی چیزی که مثلا برخلاف کد های به صلاح، حالا سیاسی دیپلماتیک اون موقع بوده خودش حاضر میشه این کارو کنه ولی باز هم همچنان اون نگاه یا این یا اسفندیار دیکته میکنه خودش رو بنابراین چند تا چیز اینجا هست یکی ارزش های مشترک انسانی که اولویت داره بر دین مبتنی بر مناسک و شریعت خاص یکی در حقیقت اولویت دادگری بر سلطه سیاسی از چون میدونید میگه که پدر من شاه گفته باید تو باید تم بدی دیگه یعنی فرمان شاه و نمیخوای بیاد و خب میدونید رستم همیشه درسته که لقبش که لقبش هم تاج بخشه تو شاهنامه یعنی بارها شده در شاهنامه اومده کمک کرده یک سری از شاهان رو به قدرت رسونده اصلا تسهیل کرده فراینده به قدرت رسیدن شاهان شاهنامه اما چه شاهانی بر اساس ایده دادگری و ایده انسانی نه ایده حال حتی دین ایده دادگری بیشتر هستش که رستم دست در حقیقت مشارکت کرده در یک عکت سیاسی به اصطلاح و هر جا که در حقیقت بین دادگری و این عکت سیاسی تضاد هست کشیده عقب و اینجا هم یکی از اون جا هست. بنابراین اولویت دادگری رو داریم نسبت به سلطه سیاسی همینطور اولویت گفتگو رو داریم بر این منطق تقابل و تقابل جوی تقابل ترابی و یک چیز دیگه هم هست که قبل از که وارد بحث ناصر خسرو بشم من هنوز خودم توضیح مشخصی در ندارم اما برام جالبه حالا این هم باز دوستان میتونن آخر جلسه اگه نکته داشتن راجبش بگن چی فکر میکنن اینکه چرا این داستان قمنامه است تراژدیه و چرا رستم بعد از کشته شدن اسفندیار در حقیقت دیگه نمیتونه قد بلند کنه یعنی براش یک مصیبته چون اولا میدونید دشمن خارجی نیست دشمن اجنبی به نیست یکی از, از ایرانیانه و این یکی از بزرگان به اصطلاح میدونید فرزند شاهه و سودای دین بهی داره میدونید به حال پروژه سیاسی مشخص داره و این از نظر رستم خیلی بده که من همچی با همچین آدمی بعد روبرو بشم و همچین آدمی رو بکشم به قول مرحوم شاهروخ مسکوب پهلوان شکست ها رو خطاب میکنه به رستم <تصح> که اینم جالبه چون واقعا شما اگر سیمای رستم رو وضعیت رستم و در داستان رستم و اسفندیار ببینی اصلا اون وضعیتی که فکر میکنید ممکنه یه آدم قدر قدرتی که هر کاری میکنه تو میزنه پیروز میدان خا... گرد و خاک به پا میکنه یعنی واقعا اینطوری نیست اصلا رستم نگران دلواپس دلشوره داره که اگه کشته بشه اسفندیار چطوره هی میره پیش پدرش هی صحبت میکنن دوباره برمیگرده یعنی هی مدام در حال رفت آمد بین خانواده خودش بین خ... بین اسفندیار و یه جاهایی کاملا در میره از میدان نبرد چون اسفندیار در تمام این میادین نبرد دست بالا رو داشت و فرار میکنه یعنی اینجوری نیستش که شما یه پهلوان خیلی کلیشه که همیشه اوکی و پیروز میدانه بیاید بیرون کاملا یک آدمیه که در حقیقت مق... در حقیقت زورش نمیرسه به حریف و آخر سر مجبور میشه با زال برن و میرسه به احزار به اصطلاح سیمور یک به اصطلاح استمداد ماورای طبیعی در حقیقت که اینم باز میشه حالا بعدا راجبش صحبت کردیم این که اینو چجوری میشه تحلیل کرد اما بحث من اینجا در حقیقت سر دو نوع سوژه است یک سوژه دوگمه در حقیقت رادیکال بسته به پرسش یعنی تن به پرسش نمیده تن به یعنی نمیتونه برگرده تجربه خودش رو تا این نقطه اومده نگاه کنه و نمیتونه گسست ایجاد کنه بین اون چیزی که تو ذهنش به عنوان دوگما از پیش شکل گرفته بود و از یه طرف یک سوژه دیگه داریم که نگاه شمولیت پذیر داره نگاه به خیلی مبتنی بر به ارزش های به صلاح یونیورسال فکر میکنه که رستم باشه داریم راجع صحبت میکنیم این این دو نو سوژه در حقیقت به نظرم من و تقابل این دوتا خیلی معنادار هست توی داستان رستم و اسفندیار خب بریم سراغ ناصر خسرو که اتفاقا بی ارتباط نیست حالا با بحثای اسفندیار و رستممون ببینید ناصر خسرو شاید خیلی یادتون بدونید یک موقعیت خیلی ویژه و عجیب غریبی تو تاریخ ادبیات فارسی داره یعنی موقعی اومد که ما تا قبل ناصر خسرو یه سر شاعران درباری داشتیم میومدن از ادبیات سبک و سیاق زندگی درباری میگفتن متن میکردن حالا یا ناچارن یا به از روی دلشون حالا هرچی ما که اونو نمیتونیم تشخیص ولی به هر حال شعر درباری بود که البته خب خیلی هم مهم بود چون باعث شد سنت ادبیات فارسی مجدد روپاش مجدد وایسه و شکل بگیره و پیش بره اما تو این دوره ناگهان شاعری میاد که از همون زیبایی شناسی شعر درباری استفاده میکنه اما کاملا دیگه اون شعر نمیدونم توصیفات فصل و زمین و آسمون و شب و روز و اینا تبدیل میشه به حکمت و اندرز و مباحث کلامی و همینطور تبلیغ یک دین مشخص اسماعیلی اما چیزی که اینجا هست یک بیان تجربه زیسته یک من هست اونم در قالب قصیده که خب خیلی عجیبه یعنی قصیده که تعلیمی هست پندان درس هست شما بیاید یک بخواید احساسات و تجربه های شخصی خودتون رو از, از طریق قالب قصیده بیان کنید چند المان هستش که اینجا وضعیت ناصر خسرو رو تعریف می کنه یکی در اقلیت بودگی و در حاشیه بودگیه به خاطر اینکه یک در حقیقت اسماعیلی هست و بنابراین در مقابل راستکیشی دینی مسلط دوران خودش قرار گرفته و بنابراین در حقیقت اون سوژه ایدئالی که رایتون باشه ما گفتیم یک سری از سوژه ها توسط نقاط قدرت ساخته میشن و اون سوژه‌ای که مبتنی بر راستکیشی تسنن دوران قزنویان هست شما در حقیقت خودت رو در مقابل اون سوژه قرار میدی و یک سوژه جایگزین مطرح میکنی که در حقیقت یک سرشاخ شدن تمام ایار با نظم سیاسی ای سی هست این وضعیت جالبی رو درست کرده توی شعر ناصر خسرو رو تا وقتی که بحث راجع به انسان و سوژه انسانی مطرح است. ناصر خسرو بنابراین هم حکیم هست چون الهیات دانه اسماعیلی هست مبانی نظری به اسماعیلی و, و, و به از یه طرف فلسفه افلاتونی و افلاتونی با همه این مباحث درگیره و در حقیقت میخواد حکمت رو وارد شر کنه به عنوان یک جور اکت حتی سیاسی و یک جور نظریه شعر جدید یعنی شما تا الان همش متن گفتید همش توصیف نمیدونم گل و بلبل و اینا رو کردید من میخوام بیام از اخلاق بگم از از از, از متافیزیک بگم از اون چیزی که تعریف انسان هست بگم اینا رو میگه با اتکا به اون به صلاح بینش فلسفی الهیاتی نظری که داره که خیلی برآمده از همون انسان حیوان ناطق است یعنی شما میایید رد پای سلطه گفتمان فلسفه رو در شعر ناصر خسرو میبینید که نفس ناطقه همیشه ناصر خسرو ازش نام میبره که اینها ما رو جدا میکنه از بقیه حیوانات و ما اشرف مخلوقاتی ما اینه. اما اون انسان واقعی جای دیگه ای داره اتفاق میفته وقتی هست که ناصر خسرو تبعیده در یومگان در یومگان تبعید شده به دلایلی که میدونید و حالا میاد اون تجربه تبعید و جدا بیجا شدگی و حاشیه شدگی و اینکه شما دیگه اصلا حیث وجودی تعریف دیگه هیچ مشروعیتی نداره توی نظم سیاسی اجتماعی یعنی شما دیگه از حیث انسان بودن افتادید میدونید وقتی میاد این رو تجربه میکنه اونجاست که شما یک سیمای جالب از, از تجربه انسانی رو میبینید من این شعر رو میخونم آزرده کرد کجدم قربت جگر مرا گویی زبون نیافت زگیتی مگر مرا در حال خیشتن چون همی جرف بنگرم صفرا همی براید از اندوه به سر مرا گویم چرا نشانه تیر زمانه کرد چرخ بلند جاهل بیداد گر مرا گر در کمال فضل بود مرد را خطر چون خار و زار کرد پس این بی خطر مرا گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا نینی که چرخ و ده ندانند قدر فضل این گفته بود گاه جوانی پدر مرا دانش به از زیا و به از جاه و مال و ملک این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا با خاطر منور روشن از قمر ناید به کار هیچ مقر قمر مرا با لشکر زمانه و با تیغ تیز ده دین و خرد بس از سپاه و سپر مرا ببینید اینجا چند تا اتفاق میفته یکی این موقعیت حاشیه شدگی به ناصر خسرو یه امتیاز معرفتی داده و خودش رو از بقیه جدا میکنه این شعر هم حالا اگه دوستان میتونن بخونن میتونن راحت توش ببینن این رو یعنی من چون توی موقعیت چون دیگری نظم حاکم شدم این یک حقانیتی به من میده به, به،, به،, به ادعای من میده به طرز فکر من میده و در حقیقت ناصر خسرو از وضعیت حاشیه شدگی استفاده میکنه برای توجیه در حقیقت موضع خودش و جالبه که در این تجربه قربت که در حقیقت زل سیاست ادبیات اتفاق, اتفاق میفته تجربه روایت تجربه زیسته ناصر خسرو خیلی مثلا بزن این چند تا بیتو مثلا بخونم گفته بیگناهی شده همواره بر او دشمن ترک و تازی و عراقی و خراسانی بحن جویان و جز این هیچ بهانه نه که تو بد مذهبی و دشمن یارانی یعنی کاملا فرایند مارجینال شدن و دیگری شدنش رو داره بیان میکنه تا قبل از این ما اصلا همچین چیزی نداریم یعنی اصلا من در قصیده شعر فارسی اصلا وجود نداشت به این شکل که بخواد تجربه زیسته خودش رو هم منتقل کنه و هم از طریق این روایت تجربه زیسته ادعای سیاسی اجتماعیش رو در مقابل نظم موجود حتی بخواد کنه ولی اینجا نزدیک میشیم به اسفندیار ناصر خسرو همه این روایت ها رو میگه از اون نگاه شخصی خیلی به صلاح تجربیسته رالیستی خودش اما همه اینها ختم میشه به یک چیزی من نماینده دولت اسماعیلی فاطمیان مصر هستم که دولت برحق است در مقابل دولت بناحق خلافت بغداد و نمایندگان به صلاح قاسبشون ترکان غزنوی و در حقیقت تمام وجودم تمام اکت و کنش من در راستای اهداف اون سازمان سیاسی اجتماعی دینی هست که نماینده سیاسی هم تو مصر داغ مستنصر و بالله نهادستم مستنصر و بالله خلیفه به صلاح اسماعیلی هست در در, 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 قاهره داغ مستنصر و بالله نهادستم بر بر و سینه و پهنه و پیشانی یعنی اصلا این مهره به اینکه من حجت به خراسان این مهری که من ایدولوگ و مبلغ در حقیقت دولت اسماعیلی هم بر تمام بدن من زده شده یعنی اینو اینو به عنوان فاش میگه و به عنوان یک جور چیز یعنی یک جور امتیاز که خودش رو در حقیقت محق میدونه و میگه اصلا این معلومه که هستم معلومه که علیه شما وای میسم و معلومه که من همچین آدمی هستم در حقیقت اینجا ما میبینیم یک ای که خودش یک جور ترد رو تجربه کرده یک آگاهی انتقادی به نظام سیاسی اجتماعی موجود پیدا کرده توش فقها ها رو نقد میکنه توش مردم رو نقد میکنه توش افول فرهنگی اجتماعی در خراسان رو نقد میکنه به واسطه این دیگر بوده اینها در حاشیه رفتن و دیگر بودگی ولی از درون این دوباره مجدد یک سوژه تمامیت یافته در حقیقت بسته و نه گشوده و نه, نه چند بچی بلکه تک مجدد متولد میشه بحث پایانی بحث حافظ هست و اینجا یه سوژه سومی ما داریم میدونید حافظ میشه یک جور منطق تقابلی که در رستم و اسفندیار راجبش صحبت کردیم جالبه که این منطق تقابلی تو دیوان حافظ هم بین دو تا سوژه وجود داره احتمالا در بهش برخوردید یکی صوفی هست و محتسب توی قطب منفی و یکی هم رنت هست و حالا باز هم متعلقاتش مثل درویش دو قطب مثبت و ما با دو تا برسازی سوژه البته با اتکا به محیط اجتماعی سیاسی که حافظ زیست کرده در جریان ما تقابل این دو تا سوژه رو میبینیم که حافظ در حقیقت از طریق این تقابل یک به صلاح وضعیت سومی رو درست میکنه و یک سوژه سومی رو برسازی میکنه که این به نظر من یکی از نقاط خیلی جالب و عجیبه در حقیقت شعر فارسی هست شعر عرفانی فارسی هست جایی که حافظ بهش رسیده حالا که فرصت شد میتونیم راجبش توضیح بدیم اما برای فهم این تقابل و این وضعیت سوم و سوژه سوم و حافظ چند تا نکته مهمه که بدونیم یکی خود تصوف هست که چند مرحله رو تا به زمان حافظ برسیم طی کرده یعنی ما اگه یادتون باشه زمان ناصر خسرو یه اسماعیلی‌ای داشتیم که درست باطنی‌گرا بود، اهل تعویل بود، اما ادعای سیاسی داشت و چون ادعای سیاسی داشت علیه به صلاح روایت رسمی از دین برخواسته بود سرکوب شد کشته شدند و و خب از طریق نظم سیاسی مسلط به کنار رفت و در حقیقت نابود شد به نحوی رسیدیم به تصوف تصوف به نظر میرسه یک جور این شاخ و برگ این سیاسی ماجرا بریده شده و شما با یک ورژن سیاست زدایی شده از این آلترناتیو فرهنگی مواجه هستی که اینجا حالا رخت تصوف بتن کرده من نمیگم تصوف محصول مثلا مثلا اول اسماعیلیه بود اسماعیل سرکوش از درونش اصلا همچین چیزی نمیگم معلومه که تصوف قبل از اسماعیلی هم بوده اما اقبال تصوف و اینکه بسیاری از باطنی گرایان و اهل اسماعیلی وارد به صلاح صنف تصوف شدن بعد از به صلاح ناصر خسرو بعد به خصوص در طول قرن پنجم این یک دلیل دلیل جالبی داره که یعنی شما اون وجوه باطنی گرایی خودت حفظ می کنی اما از طریق نظم مسلط سرکوب نمیشه این یک مرحله هست مرحله دوم که زمان حافظ اتفاق میفته اینه که همین تصوف تبدیل میشه چون سیاست زدایی شده بنابراین هیچ تهدیدی نیست که هیچ بلکه قدرت سیاسی به تصوف اقبال نشون میده و از اون استفاده میکنه برای منافع خودش سودجویی میکنه بسیار مثلا محمود غزنوی میره سر میزنه به مثلا ابوالحسن قرقانی یکی از مهمترین و, و به اصطلاح چهره های عرفان ایرانی در حوزه وحدت وجود و یا مثلا آه، 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 میبینیم شاهان سر میزنن به پیران صوفیه که مثلا پند بگیرن اینا خودشون مثلا خیلی خاکی هم میخوان نشون بدن یک مراوده شکل میگیره و یواش یواش صوفیان در نظم نمادین سیاسی نه تنها جا پیدا میکنن نهاد هم درست میکنن و اون خانقاها هست یعنی ما تا الان فقه ها رو داشتیم مساجد رو داشتیم و مدارس رو داشتیم که مدام فقیه و خطاب پرورش میدادن برای اینکه اون روایت رسمی رو که معمولا فقه شافعی هم بود اون رو به صلاح تعبین کنن و تحمیل کنن ناگهان شما میبینید یه ارگان ایدئولوژی که دیگه به صلاح اضافه میشه به عنوان خانقاه ها و حافظ نسبت به این میخواد زاویه بگیره و متوجه هست باز اون بازی قدرتی که بود بین فقه ها و به صلاح پادشاهان حالا بین صوفیان و فقه ها و پادشاهان برقرار هست پس این رو هم حتما در نظر داشته باشید نتیجه چیه؟ حافظ رند رو به عنوان یک جور بسیلا اون, 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 امکان سالس اون سوژه سالس میزنه بیرون که من اسمشو گذاشتم من سعی دارم اونو حالا با, اس با استمداد از جاکتریدا یک جور راه رفتن روی مرس ها و اینکه شما خداگاهی داری نسبت به ایدولوژی های مختلف میدونید که داخلش نیفتی و تبدیل به بلنگوی اون خواستگاه فکری یا اون ایدولوژی مشخص بشی چیزی که در حقیقت ناصر خسرو ناتوان بود ازش ولی حافظ درسته که درون ساحت کلی به صلاح عرفان فارسی قرار داره به خاطر اینکه این این به صلاح ساحت مسلط فرهنگی ایران بود برای قرنها اما این امکان پیدا میکنه که در حقیقت با تبیین رند با باز تعریف رند و مکانها و سوژه های مشخصی یعنی ما رند رو داریم خرابات رو داریم پیر مغان رو داریم که اینها در حقیقت وضعیت ها و مکان های خاکستری در مرز هستند متعلق به یک دیدگاه مشخصی نیستن میدونید و این قابلیت رو دارن که به بازی بگیرن و به چهره های مختلف خودشون رو نشون بدن به عنوان یک جور تکنیک یک تکنیک مواجهه با قدرت سیاسی من این بیت رو میخونم به نظر من خیلی مهمه حافظم در مجلسی دوردیکشم در محفلی بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم یعنی زیست اجتماعی به مسابق شوخی صنعت کردن میدونید از طریق این راه رفتن روی مرزها از طریق به بازی گرفتن عناصر مختلف گفته ایدئولوژی های مسلط شما میگیرید استخدام میکنید اینها رو به بازی میگیرید ولی در این حال تعلق صد درصدی هم به هیچ از اینا ندارید و همینطور این از کجا میاد این از این نگاه معرفتی میاد که اصولا اگه بخوایم بگیم یک حقیقت تام و تمامی وجود داره طبیعتا ما میفتیم توی ورطه ایدولوژیک مشخص و حقیقت واسه همین برای حافظ تبدیل میشه به یک امر بحرانی مدام در حال التهاب یعنی این شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل وضعیت حقیقت جویه یعنی حقیقت اینه حقیقت یک شب تاریک بیم موج گرداب چنین این حائل داره و اونهایی که در حقیقت سبک باران ساحل هان کسایی که اهل عافیت یا اهل سلامت هم حافظ بهشون میگه کسایی هستن که ادعای حقیقت دارن و بازی تموم شده فرض میکنن و برای همین راحت تن میدن به اون نظم نمادین و اون بازی هایی که وجود داره برای و برای منافع شخصی خودش این هم جالبه که برای فهم رند و به پشتوانه معرفتی سوژه رند این رو هم لحاظ کنیم من حالا دیگه چون صبح وقتم به پایان رسید فکر کنم زیادم صحبت کردم بیش از اون چیزی که بایس صحبت رو اینجا تموم میکنم حالا یه سری نکات هم نگفته موند چون این در حقیقت دوستان امیدوارم بدونن این چون در حقیقت یه سری کلیاتی که من تازه دارم تبیینش میکنم برای یک مقاله مفصل که حالا ایشالا به زودی این رو می و چاپ خواهد شد و مد... به اطلاع دوستان خواهم دا... مطلع خواهم که در صفحه مجازی خودم وقتی چاپ شد ولی خب این در حقیقت یه جور طرح اولیه ای بود از اصل ماجرا که در حقیقت ما یک سوژه من داریم یکیش در ناصر خسرو بود یکیش در حافظ و یک بخش تقابلی بین دو تا شخصیت داریم که یکیش در, در شاهنامه فردوسی بود و در حقیقت ما از یک, یک مسیری رو شروع کردیم از یک سوژه تمامیت یافته به صلاح نمادین بسته به این پذیر نیست به یک سوژه که چند و روی مرزها سعی میکنه حرکت کنه من دیگه فعلا صحبتی ندارم در خدمت عزیزان هستم مرسی که صبر کردید و گوش کردید بسیار سپاسگزار آقای دکتر ملایری خب دوستان برنامه رو با پرسش و پاسخ ادامه میدیم خانوم نوشین کازمیان بفرمید با درود خدمت میزبان عزیز آقا آقای آقا همچنین دکتر وحمن گرامی و همچنین مهمان عزیزمون آقای ملایلی که لطف کردن سخنرانی کردن دستتون درد نکنه بسیار سپاس گذارم من صحبتی که داشتم همطور که شما فرمودین حالا شما سه مورد رو اشاره کردید من میخواستم از شما بپرسم از خدمتون که آیا میتونیم این نتیجه رو بگیریم از اینکه در تمام فرهنگ ها در تمام دوره و آثاری که حداقل در دسترس ما هست این تقابل بین قهرمان و ضد قهرمان وجود داره حتی در فیلم های رو که نگاه میکنیم این حالت وجود داره آیا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که این حالت و این احساس همین تقابل بین خیر و شن یه چیز فطری هست در انسان خیلی ممنون میشه ممنونم نوشین جان از سوالی که کردی و توجهی که داشتی درسته این در حقیقت ببین تقابل خیر و شر در حقیقت یک جور کلان روایتی هستش که چون پایه های پیشا مدرن هم داره و پایه خیلی سفت و محکمی توی الهیات داره و ادیان مختلف به خصوص ادیان ابراهیمی و البته توی دین زرتشتی هم که اصلا گزاره هست بنابراین این خیلی کلان روایت خیلی ریشهداری هست توی توی ادبیات روایی جهان ولی بحث سر اینه که این خیلی شری کاملا سیالن یعنی مدام تغییر پیدا کردن مدام با صورت بندی شدن و موضوع اون چیزی که در حقیقت در باید بهش توجه داشته باشیم که با سوژه مدرن در ادبیات فارسی اتفاق در ادبیات جهان اتفاق افتاد این بودش که بحث دیگه سر افتادن در یکی از این دو قطب نیست سوژه انسانی اصلا نه خیر مطلقه نه شر مطلق بلکه در سایه روشن هاست و بحث د... به خاطر اینکه اصولا انسان بودن و در حقیقت این در هستی بودگی به قول حالا اگه بخوایم به هایدگر هم اشاره کنیم اصولا یک تجربه تک وچی ناب یک دست نیست خیلی انتزاعی در حقیقت این تصور ما واقعا توی یک عالم در حقیقت سایه روشن و خاکستری هستیم و اون چیزی که از انسانیت در حقیقت ادبیات به ما سعی کرد نشون بده اینه که مجموع نقیزه این هست مجموع تناقضات مختلف هستش که گرد هم اومده و انسان در حقیقت شکاف ایجاد کرده در برداشت های تکوچی و به صلاح خیلی انتظایی از انسان و مثل یک تصویر آینه شکسته شده که شما خودتون رو تو اون میبینید یعنی تصویر انسان در یک آینه ترک خورده و شکسته شده چجوری هست در حقیقت این کاری هستش که ادبیات مدرن با سوژه انسانی کرده دلیلش هم این هستش که خانش های اقتدارگرایانه از انسان مبتنی بر انسانیت از اون نسخه یک دست انتظایی اومده بیرون معمولا که خواستند خیر و شر رو تعریف کنند تعیین تکلیفش کنن و بر اون اساس تصمیم بگیرن کی انسان هست کی انسان نیست و پروژه سیاسی بعدش تعریف کنن این چیزی که من الان به نظرم میرسه موضوع مو اما مو 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 مهم اینه که شما این تطور و این میوتیشن ها رو به صلاح توی تاریخ در نظر بگیرید وقتی میخواید به تقابل خیر و شر نگاه کنید سپاس از شما آقای دکتر ملایری سپاس اه... گذارم بفرمایید دکتر ملایری در مورد روینتنی اسفندیار اشاره فرمودید خواستم این رو بپرسم که با توجه به اینکه خود فردوسی در شاهنامه به کرات این رو توضیح میده که این روینتنی نمادین است و اون روینتنی مثل رویمتنی یونانی نیست که در از زره چیزی عبور نمی کرده در صورتی که عموما در شاهنامه بسیار داریم چیزهای مجیک یه یعنی چیزهای غیر آ... خارقلاده زیاد داریم تیمور داریم انواع اقسام چیزهای غیر عادی داریم ولی این رو بالاخص کذبش و میگه که اینطور نیست و این روینتنی فقط به این معنی هست که انسان بسیار این رو لطف کنید در, در این زمینه مرسی جان زمانی این نکته رو اشاره کردین که آره من سعی کردم البته نه راجب رو این ولی به طور کلی راجب اون مقدمه که فردوسی تو اول شاهنامه میگه بگم و این هم شامل همون میشه واقعا ببینید فقط هم فردوسی نیست شما شا شاهنامه به اصطلاح نصر ابو منصوری رو که چند ورقش باقی مونده و همون چند خط شما بخونید یکی از ایجاب برانگیز ترین نثر های فارسی من وقتی واقعا اون مقدمه شاهنامه ابو منصوری می واقعا تنم میره از, از این از این نصف. ولی بسیار زیباست ولی شما اونجا هم نگاه کنید دقیقا همون اتفاقی اونجا داره میفته که فردوسی هم تو مقدمه داره میگه که میگه آقا شما یه چیزایی قرار خواهید خوند از جمله روینتنی ماری که از رودوش زهاک عمرهای چندصد ساله مثلا اینو میگه اینها همش برای بخردان به معنی به قول نویسنده شاهنامه هم و ابو اینا حاوی رمزه و در حقیقت دو تا کار داره ما داریم شاهنامه براتون می نویسیم. یه ده اون بخش افسانه ایش هستش که تحریک کننده و سرگرم کننده است که این داستان‌ها رو می‌خونن، سیمرغ نمیدونم سی مرخ هست نمیدونم مار از دوش میاد بیرون همه و تحت تاثیر قرار می و لذت مثل شما مثلا یه داستان مثلا یه لایه دیگه داره واسه اون کسایی که اهل تعویلند و و رمز پشت اینها رو میدونن اما خب موضوع اینه که نمیان توضیح بدن رمز از چیه نماد از چیه خیلی روشن این کار کارو نمیکنن این رو در حقیقت شما هی باید مدام دیکود کنی در هر داستان در حقیقت نه اینکه هیچ معنای نمادینی نداره و فقط ادعاش از معنای نمادین داره ولی این رو منطق خود داستان و روایت در حقیقت پیش می بره. نه اینکه نویسنده از خارج بیاد و بگه الان این روی تنی نماد اینه مثلا کما که من توی صحبتم سعی کردم بر اساس اون روایتی که فردوسی داره اون خانشی که فردوسی از شخصیت اسفندیار داره و بافته به اصطلاح داستان رستم و اسفندیار یک سری از معانی که از این روی تنی چشم روی تنی چشم, روی تنی چشم، میاد رو مثلا بگم که تکوچی دیدن انطاف ناپذیری اون شریعت سلب و صلب سل دینی شر نگاه شریعت گرایانه به دین معمولا توانایی دیدن نداره میدونید گسسته میشه از، یعنی من سعی کردم اینطوری ببینم مقایسه با حالا نسخه مثلا یونانیش این حالا بحث تطویق اساتی رو اینا هست سعی میکنم واردش نشیم چون بحث خیلی مفصلیه چون اونجا به نظر من شما میتونید از همین زاویه به اصطلاح تعویلی وارد بشید و نگاه کنید اما احساس من اینه چون شاهنامه فردوسی خیلی متأخرتر هست نسبت به بقیه حماسه هایی که در ادبیات های دیگه نش... نوشته شده و از پس یک تجربه تاریخی عظیم و سهمگین میاد که بعد از هم... به صلاح فتح عرب هاست و دو... اسلامی شدن در حقیقت امپراتوری ایران هست از پس این تجربه تاریخی هم میاد این خداگاهی به امر رمزی و استعاری در متن خیلی به سلا روتره تا نسخه به اصطلاح داستان‌های حماسی خیلی قدیمی‌تر که ابدا خیلی اشاره نمی‌کنن یعنی شما این خداگاهی به صلاح تاریخی رو نداری مثلا توی هومر که بگه آره من داستانهایی که دارم میگم یادتون باشه رمزیه ها اینو شما برید مثلا رمزش رو پیدا کنید ولی اصلا این همچین چیزی ما نمی‌بینیم ولی توی رستم توی شاهنامه های با... که بعد از اسلام نوشته شدن ن... به نظم و به که دو رو الان گفتیم این خداگاهی وجود داره و نسبت بهش تصریح شده و یک قدم جلوتر هست نسبت به نسخه های قدیمی تر داستان های رو... رب... هماسی اگر پرسیش دیگه ای نیست که من سخن رو میسپارم به آقای دکتر بهمن بسیار سپاسگزار آقای دکتر ملایری آقای دکتر بهمن بفرمایید. خواست کنم که سالات بسیار جالبی که فرمودید برونده یه مطلبی رو به یاد آورد که خواستم با آقای دکتر مرایی مطرح بکنم نظر ایشون رو به عنوان واقعا متخصص جویا بشیم اینجا چون شما به ادبیات کلاسیک مراجعه فرمودید بسیار درست و خوب چون در دسترس ما هست <تصف> ولی چیز جالب این است که ما در ادبیات دینی خودمون بیشتر به طور قالب ادبیات دینی ایرانی اگر بگیم با شعر و ادبیات سر و کار داریم ام. یعنی مسائل دینی به صورت زبان شعر سروده شده خود زردشت که خودش مثل ناصر خسرو نو دین بود نو دین نو آورده بود و در گاهان ناله میکنه می ناله به احور و مزده. که من به کجا پناه ببرم از کی یاری بجویم و بالاخره هم میره به درگاه گشتاس و با زردوشی شدن گشتاس گسفندی اسفندیار اینها این دین توسعه پیدا میکنه خودش در واقع این نمودار خود اسفندیار هست در آثار زردشتی و کتاب کوچک گات ها یا گاهان زردش که 17 فصل کوچک داره کتابی است که مطمئنا شعره وزن داره قافیه داره از اوزان هجایی داره بسیار این از اونجا واقعا انسان میبینه که فلسفه و منطق و شعر و شعر و ادبیات به هم آمیخته شده <applause> و این رو ما در دین دیگر ای ایرانی دین مانوی هم میدونیم میبینیم البته مانی به طور خاص شاعر نبود ولی بسیاری از زبور مانوی یا انجیل های مانوی و یا آثار مانوی حالت شعر داره و بسیاری از گفتارش مثلا کتاب دیوانش و یا کتاب قولها یا دیوانش و یا انجیل مانی تقریبا به صورت موزون گفته شده تا اون که میرسیم البته به اشعار عرفانی و حتی در دین جدیدترین دینی که داریم دین باهایی که از ایران برخواسته یک قطعه ادبی بزرگ همه چون برگزیدگانش یا مؤسسینش هر دو واقعا از ادبا بودن هر قطعشون میشه یک اثر ادبی باشه شاید به همین جهت باشه که فرانک لویس استاد فقید دانشگاه شیکاگو که یکی از متخصصین عرفان بود و مولوی شناس بود و دو کتاب و دو اثر مهم پیدا نوشته یک مقاله مفصلی داره به اسم اگر یادم باشه Scripture as Literature یعنی آثار دینی به عنوان ادبیات یعنی شما آثار دین رو به عنوان ادبیات میخونید و این سنت البته ادامه پیدا کرده بعد از زردشت و بعد از مانی و بعد از عرفان و امروز تا امروز داریم این رو که مقدار مقدار زیادی از این مفاهیمی که برای بنده بسیار تازگی داشت آقای دکتر ملایری به زیبایی و شیبایی فرمودن یک مطلب دیگه که بنده اجازه میخوام به طور مختصر اصف کنم درباره سوالی که سرکار خانم نوشین ظاهران فرمودن راجبه خیر و شر خب این خیر و شر رو ما در مذهب زردوش هم داریم و زردشتی رو میگن مادر همه ادیانه و این اهور و مزدا و اهریمن این توجیهی است که از خیر و شر ما داریم و این خیر و شر به یهودیت انتقال یافته و به شیطان و احری... به شیطان البته و یزدان و خداوند در یهودی در مسیحیت و در اسلام به همین جهت این دوگانگی این خیر و شر که جهان مقداری زایده شر مقداری زایده خیر این در آثار ادبی ما کاملا انکاس یافته آدمی زاده طرف معجون که از فرشته سرشته و از حیوان گر روی سوی این شود به هزین گر روی سوی آن شود پس از آن هم انسان میتونه حیوان باشه هم میتونه فرشته باشه یعنی تا وقتی که ما نتونیم از این مفهوم سنوییتی که در فکر دینی بشریت رخنه کرده در بیایم و دریابیم که لاعقل یک عشق بالاتری هست یه عشق رفیعتری هست در جهان که بتونه ما رو به انسانیت برسونه و انسان رو از این دوگانگی به تدریج در بیاره خوب این گرفتاری هست و این میراث به ما رسیده ولی جالب است که این مسئله ادبیات غنایی یا ادبیات شعر رو ما بیشتر در آثار ادبیاتی میشناسیم که به اسم شاید درست من نگم اگه بخوام از زبانشناسی تقسیم کنیم مثل سامی و آریایی و یا هندو اروپایی ایران اروپایی در ادیان سامی مثل یهودی مثل مسیحی مثل قرآن مثل اسلام ما در آثار بنیانگذاران دین کمتر آثار شعر میبینیم کمتر ادبیات میبینیم برعکس در آثار ایرانی هندی است که نه تنها آثار زردشت و مانی و غیره بلکه آثار بودایی هم آثار ودا هم با شعر و با مضامین شعری و ادبی مخلوط هست روبرو هست بنده فراموش کردم در اول که از کنم جناب دکتر ملایری عزیز دانش آموخته دانشگاه آزاد ایران هستند با اساتید بسیار معتبر و نامآوری کار کردند و بعد از گرفتن دوره کارشناسی ارشد در ایران از دانشگاه سنت اندریوز سکاتلند دکترا گرفتن مدتی در اونجا تدریس کردند و صاحب چندین مقاله جالب هستند که اگر افتخار شده داشته باشن در جلسات آینده ما راجع به همون مقالاتشون صحبت بکنن بسیار باعث افتخار ما خواهد بود و از دانششون بهرمند خواهیم شد و کتابی هم در دست تعلیف دارن که خودشون فرمودن دوارش شهر بدن برای بنده باقی میموند از کنم که این آخرین جلسه ماست در این طرف سال در تابستان جلسه نخواهیم داشت نخواستین جلسه ما در سال جدید در ماه سپتامبر خواهد بود و امیدواریم که دوستانی که امشب و امروز به ما پیوستند سپتامبر هم شما رو ملاقات کنیم اگر مایل باشید نشانی پستی ما رو داشته باشید و ایمیلتون رو مرحمت کنید توسط هر جور این ایمیل رو گرفتید خبر گرفتید جواب بفرستید یک ایمیل و البته دعوتنامه خدمتتون فرستاده میشه برای بنده باقی میمونه جناب دکتر ملایری عزیز که از جناب و دوستانی که تشریف سپاس سپاسگزاری کنم روز و شب بسیار خوبی براتون آرزو کنم و با سخن رو به جناب عالی بدم اگر مسئله هست چیزی هست بفرمایید که در خدمتون هستیم ممنونم. ممنون جناب دکتر بهمن من از شما تشکر میکنم از دعوتتون از حوصله مخاطبان عزیز ما همه لذت بردیم بسیار بسیار ممنون یک یعنی دیدگاه عزیز. بسیار جدید و بدی ایگو شدیم برای بس. همه ما در مقابل این اشعاری که میخونیم ممنونم و جوری خرید. دیگه ازش لذت میبریم حالا با یک نگاه عمیق باید بهش بسنجید بله من فقط ختم کلام رو با اگه اجازه بدید یه دو سه بیت از حافظ بگم که ناظر هست به نکته که راجب شعر و دین گفتید اونم میدونید بلبل استعاره خیلی معروفی است در ادبیات فارس که آواز میخونه و حکمت هامیز است این آوازش این ریشه در همون ادبیات زرتشتی داره که با آواز خواندن و با الهان موسیقیایی شما حکمت به صلاح الهی رو منتقل میکنید و جالبه که شما این رو در حافظی که قرنها گذشته از اون دین شما می استعاره چطور زنده است و به واژگانی که در این دو بیت من می فقط دقت کنید بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی یعنی بیا که آتش موسا نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی ممنونم منم از شما آقای دکتر ملایری و همه شرکت کنندگان سپاسگزاری میکنم آدرس یوتیوب کانال انجمن رو من الان برای دوستان فرستادم تمام ویدیو ها سخنرانی ها رو اونجا شما میتونید ببینید بازم سپاس گذارم متشکر که وقت گذاشتید شبتون خوش تابستان خوبی داشته باشید ممنونم جناب آقا لطف کردید ممنون